به نام خدا، با عرض سلام و تقدیم ارادت حضور شما بینندگان ارجمند، با درود خدا به روان پاک اشرف انبیا، به ادامه بحث درباره سوره 159 در ارتباط با موضوع انزال و بینات و هدایت و همینطور ناس و کتاب و موضوع دوری و چیزی که قرآن به نام لعنت از اون اسم میبره با شما بیشتر سخن بگویم. متن آیه اینطور است که اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى و بقیه آیه. گفتیم که موضوع وحی در واقع به صورت موضوع و مطلبی است که در دل انزال فرستاده میشه، یا محموله است یا بار است یا کالایی است که در این مسیر و در این صراطی که به نام انزال ساخته شده از روی اون فرود میآید. وحی نمیتواند که خارج از چارچوب قانون خدا حرکت بکند، چون وحی صدای خداست، وحی کلام خداست و کلام خدا تابع خداست و هیچ چیزی نیست که خدا آفریده باشه من جمله وحی رو، و وحی که آفریده خداست دارای استقلال باشه، بتواند که هر جایی خواست برود و از هر کجایی که خواست سر در بیاورد. ما وقتی که به راه نگاه میکنیم، یک وقتی یک راه و جاده مثل شاهراه یا مثل فریوی، مثل همین جاده های معمولی که جاده خاکی است و انسان یک مقداری در این جاده ممکن است که هم مسیر درست بره هم مسیر غلط بره، هم ممکنه یک خیابان کم بره یک خیابان زیاد بره. راه دیگه، راه اتومبیل انسان نشسته، و خیلی وقتا هم هست که آدم سالها در یک مسیر حرکت کرده باز همین وقت حواسش پرت میشه و از یک چهارراه عبور میکنه که با این چهارراه 30 سال بوده آشنا بود. اما یک مسیر دیگری هم داریم به نام ترین یا به نام راه آهن، که در اون مسیر جاده و باید این رو تحمل بکنیم به عربی بپذیریم که راحت تر در بیاد، که هم محمل یعنی که راه و طریق و صراط، هم محمل و هم حامل که همون لوکوموتیو باشه یا همون قطار باشه یا ترن باشه، اینها هر دو با هم چسبیدن، یکی هستن. یعنی ما وقتی که به راه آهن نگاه میکنیم در واقع حامل رو مقید در محمل میبینیم، محمل به عنوان جاده، محل حمل، پایگاه حمل. حامل چیزی است که حمل پذیر است، از روی این محمل عبور میکند. حالا این حامل یک وقت میتواند اتومبیل باشد، اتومبیل هر جا میخواهد میرود. یک وقتی قطار است، در مثال عرض میکنم که قطار روی اون آهنهای روی اون ریل حرکت میکنه و نمیتواند که از ریل خارج بشود. این ریل بخشی از قطار است، بخشی از ترین است که روی زمین قرار داره، این قطار روی اون قرار داره، اینها با هم هستند و یکی باعث حرکت دیگری میشود. اگر قطار نباشد این ریلی که کشیدن بی خاصیت است، چون به درد هیچ اتومبیلی نمیخورد. باید تنها قطار وجود داشته باشد که از این ریل عبور کند و استفاده کند. حالا اگر ریل نباشد فقط قطار باشد، قطار کوچکترین حرکتی نمیتواند بکند، اصلا متحرک نمیشود، راه نمیافتد. اما این دوتا با هم که جمع میشن تشکیل راه میدن. این راه رو ما اگر که در ذهنمون بتوانیم که خوب مجسم بکنیم، موضوع انزال برای ما روشن میشه. نزول یعنی که
در این مسیر حرکت کردن، ولی انزال فراهم شدن که انزال رو بعداً معنی میکنیم. وقتی که این تحول انجام میشه، یعنی که در داخل این ترن، در داخل این قطار که بخش متحرکی از این محمل است، یک چمدان وجود داره، یک بسته وجود داره. اون بسته اسمش وحیه. این وحی در این قطار است که این قطار اسمش انزاله. این قطاری که حرکت میکند از جایی به جایی، روی یک مسیری است که فقط روی اون مسیر حرکت میکند، و شما برای اینکه دریافت این قطار رو انجام بدهید، بتوانید که به این قطار به شما برسد، که بعد محموله داخل این قطار رو بردارید، شما باید دارای اون ریل های آهن باشید، اون جاده ای که قطار روی اون حرکت میکنه. به این مسیر و به این جاده، به این ریل های آهنی میگوییم نبوت، میگوییم رسالت، میگوییم که پیامبری، که روی این ریل فقط اون انزال حرکت میکنه، جای دیگه ای نمیره. یعنی شما قطار راه آهن رو نمیتوانید که ببرید در خیابان ها باش رانندگی کنید، برای اون کار ساخته نشده. تنها جایی که خاصیت پیدا میکنه و حرکت در میاد، از یک جایی به جایی میرسه، وقتی است که روی ریل انزال قرار داده شده باشه. و جز این ریل انزال قطار هم هست، یعنی حامل و محمل، قطار و جاده با هم ترکیب هستند. اسم این دو هست انزال. در درون این انزال محموله است به نام وحی، یک باری است که در این قطار گذاشتن، و این قطار روی این ریل حرکت میکنه. تنها ریل است که وجود قطار رو حس میکنه. اگه ریل رو کنار بگذارید، قطار جای دیگه است، هیچ کس قطار رو نمیبینه. پیامبر به عنوان محمل انزال، فرودگاه انزال، انزال بر او فرود میاد. این قطار راهن روی اون ریل حرکت میکنه. این قطار راهن قطار انزال است که روی نبوت پیامبر حرکت میکند، و بنابراین تنها مفهوم پیامبر میشود. این نیست که این قطار امروز به راه افتاده باشد. این قطار همیشه در میان این قطار امروز و شب همیشه داره حرکت میکنه. هر کسی در یک ایستگاه سوار میشه و در یک ایستگاه پیاده میشه. بعضی ایستگاه ها هستن که روی زمین هستن، بعضی از ایستگاه ها هستن که زیر زمین هستن، و راه اون ایستگاه های زیر زمین رو همه کس نمی داند. بعضی از افراد می دانند، بعضی هم نمی دانند. اونهایی که می دانند اسم نبی دارند، که اونها می روند قطار رو پیدا می کنند، محموله رو از توی قطار بر می دارند، باز می کنند وحی رو، و در درون وحی بیناتی میبینند و هدایت میبینند، که این بینات پنجره هایی است که روشن میشود، باز میشود، که شما از درون این پنجره ها هدایت میشوید، راه رو پیدا میکنید، مسیر رو پیدا میکنید، و اون چرا که به این ترتیب دریافت کرده اید به این میگویند نبوت. اینها رو دریافت میکنید و اینها رو به مردم پرداخت میکنید، اینها رو تلاوت میکنید و به مردم میدهید. حافظ وقتی که به این مقام پیامبری اشاره می کند و به این قطار زیرزمینی اشاره می کند، که گاه گاهی این قطار روی زمین می آید، همه می بینند، بیشتر وقتا قطار از زیر عبور، تونل های زیرزمینی داره، و در این تونل های زیرزمینی افرادی هستند که اونجا قطار رو می بینند که ما نمی بینیم، و اونجا باز می کنند بسته ای که داخل قطار هست، وحی رو، گوهر وحی رو باز میکنند، و از درون او مفهوم وحی رو که قرآن میگوید بینات و خدا هستند، اونها رو عرضه میکنند. در این مورد حافظ میگوید که راه پنهانی این خانه، حافظ هم موجود عجیبی بوده، راه پنهانی این خانه نداند همه کس جز من و زاهد و رند و دو سه رسوای دیگر.
پیامبر در زمانی که دریافت وحی می کرده، لزوماً وحی زمان دریافت وحی با زمان ایجاد و خلقت وحی یکی نبوده است. پس وحی متکی به مبانی و پایه هایی است که ساختمان وحی روی آن و مبتنی بر آن بنا شده، و این موضوع وحی را متکی و مشروط و در واقع وابسته به موضوع قدوس می کند. اما باز هم باید توجه داشت که حادث شرط ظهور وحی است، نه شرط وقوع وحی. یعنی وقتی که ما می گوییم یک وحی حاضر می شود، ظاهر می شود، لحظه ظهور و لحظه درک به حضور وحی نباید با لحظه خلقت و ایجاد وحی اشتباه بشه. اهمیت و اشکالی که در این امر هست که به لحاظ اینکه وحی در یک زمان مشهود و معلوم می شود و مفهوم می شود و ظاهر می شود، در بقیه موارد ما وحی رو نمی بینیم. وقتی که وحی مشهود می شود می گوییم وحی حادث شد، به خصوص وقتی که می بینیم وحی یک چیز آسمانی است با یک موضوع زمینی مثال زده می شود، مثل همین موضوع ابولهب. وقت می گوییم که چطور می تواند وحی قدیم باشد، وحی در راجع به ابولهب صحبت می کنه. اگر این ابولهب زودتر مرده بود یا اصلا به دنیا نمی آمد، این وحی به کی اشاره می کرد؟ البته پاسخ این رو بعدا خود قرآن خواهد داد، ولی ما باید ببینیم که اگر اسم ابولهب رو کنار بگذاریم، شخصیت ابولهب رو مطرح کنیم، اگر اسم ابولهب رو کنار بگذاریم، شخصیت و کرکتر ابولهب رو مطرح بکنیم، چند میلیون در دنیا ابولهب داریم و چند میلیون ابولهب داشتیم و چند میلیون ابولهب خواهیم داشت، هم خودش، هم همسرش، هم کارهایی که می کرده، هم آتشی که در دنیا برپا می کرده، هم آتشی که خودش رو می سوزنده و مردم رو می سوزنده. آیا قرآن راجع به شخص سخن می گوید؟ یعنی تمام تعالیم قرآن مربوط به این مردک است، آقای ابولهب زاده؟ نه، اسم هم در واقع نوعی تشبیه و تمثیل است برای خاطر نشان ساختن یک موضوع، برای تذکار به مفهوم یک موضوع اسم مطرح می شود. و اسم در واقع بخشی از متشابهات قرآنه، به تمثیلی است که برای تبیین بیان، برای تبیین موضوع بیان. یعنی اگه موضوع حسادت و موضوع همکاری نفس آدم با آدم مطرح باشه، چه مثالی روشن‌تر و واضح‌تر و مفهوم‌تر از این مثال می‌تواند وجود داشته باشد که قرآن اشاره کند به شخص با مشخصاتی که در اون زمان معلوم بوده که چه می‌کنه، و به جای اینکه سخن از نفس او بگوید و موضوع مشکل بشود برای مردم، باز هم در قالب مثال به همسر او اشاره می‌کند. همسر او معشوق او بوده است، مقبول او بوده است، مورد علاقه او بوده است، درست رابطه‌ای که همه ما با نفس خودمون داریم. یعنی نه اینکه موضوع مرد باشد، نه موضوع زن باشد، نه موضوع لیفه خرما باشد، نه موضوع گردنبند همسر ابولهب باشد، هیچ کدام از اینها نیست، همه اینها هم هست. یعنی اینها در قالب متشابهات بیان می شود، و در واقع قرآن اگر بخواهد به ما بیاموزد که ما چگونه با نفس خود مربوط می شویم، چطور به نفس خودمون عشق می ورزیم، چطور غلام و برده و اسیر نفس خود می شویم، و چطور به چیزی که علاقه بسته ایم و تابعیت او رو پذیرفتیم، تابعیت نفس جای تابعیت خدا رو می گیره، و ما برای اینکه نفس خودمون رو ارضا بکنیم به هر ظلم و جنایت و خیانتی دست میزنیم. قرآن اینها رو وقتی بیان میکنه،
برای اون مردم مثال یک شخصیتی رو میزنه که همه اینها میشناسنش، آقای ابولهب و همسرش و ظلمی که هم همسر به او میکرده هم او به همسر میکرده، هر کدام برای راضی کردن دیگری مرتکب ظلم های شدید و خیانت های شدید و جسارت ها و اسکان های شدید میشدن و یکی آتش بیار جهنمی بوده که دیگری بنا میکرده. همه اینها را اگر قرآن بخواهد تشریح و تعریف کند، بگوید که شما همسر نفس خودتون میشوید، برده نفس خودتون میشوید، اینطور میشوید، گفته البته در جاهایی. یعنی یکی از اون مثال ها هم که برای یک طبقه از مردم موضوع رو مفهوم میکند همین مثال هایی است که قرآن وارد میکند. حالا سوال این است که آیا واژه ابولهب به ذهن پیامبر وحی شده یا موضوع حسادت و نفسانیت به پیامبر وحی شده و آیا این واژه ابولهب دست ساخت کارخانه ذهنی مستقل محمد است که از دهان او خارج شده یا واقعا خدا به او وحی کرده و اسم ابولهب در نسخه اصلی بیانات وحی بوده است؟ این سؤالی است که منجر می شود به بحث های دیگری در ارتباط با موضوع وحی. پس وحی متکی به مبانی و پایه هایی است که ساختمان وحی روی اون ساخته می شود و این موضوع وحی رو متکی و مشروط به حادثه می کند. عرض کردم حادثه عبارت است از زمانی که ذهن پیامبر با وحی در ارتباط قرار می گرفته، اون ذهنیتی که دارای پیوند می شده با موضوع وحی اون یک حادثه بوده. اما خود وحی اعتقاد بر این باید باشد یا هست که یک امر قدیم است، به خاطر اینکه اگر وحی حادث باشد اون وقت بسیاری از موازین بعدی حکمت قرآنی در هم می ریزد. اهمیت این امر و اشکال این امر البته در این است که وحی به جای آنکه علت و مبتدای ایجاب در وقوع یک امر باشد، خود وحی تابع و در تأثیر علت وقوع وقایعی قرار می گیرد که اصالتا اون وقایع حادث هستند. یعنی وحی محصول یک حدوث می شود، یک امر حادث، خود اون امر حادث باعث ایجاد وحی شده، بنابراین وحی حادث در حادث تلقی می شود. به جای اینکه وحی علت باشد، وحی به بیان دیگر معلول علت می شود. در این باره همونطور که یکی دو بار هم در گذشته توضیح دادم بیشتر سخن خواهم گفت. فقط در این مورد اشاره می کنم که وقوع اتفاقات بیانگر و ایجاد کننده موضوعاتی است که وحی در قالب اون وقایع یک موضوع رو بیان می کند. وحی در اون قالب تولد پیدا نمی کند، بلکه یک امر تولد یافته است که آثار اون تولد در اون شرایط و در اون پیام دیده می شود. یعنی رابطه وحی با حوادث رابطه ظرف و مظروف است. یعنی مظروف مستقل از ظرف موجودیت دارد و ظرف خالق و یا عدت وجودی مظروف نیست، ولیکن همین ظرف قالب و وسیله است که بدون آن مظروف نمیتواند مشهود شود، معروف شود، شناخته شود، به رؤیت انسان در بیاید یا معلوم انسان بشود. تصور میکنم که من شاید دو بار در این موارد در همین جلسات مقارنی که داریم سخن گفتم و هر بار هم تلاش کردم که با زبان الکن خود
به هر ترتیبی که میتوانم در این مورد توضیح بیشتری بدهم. ظاهرا موضوع چون شاید که مشکل نیست ولی جدید شاید باشد از نظر شنونده و بیننده، مرتب در ذهن او سوالاتی مطرح می شود که به خصوص بینندگانی که با سخنان قبلی من آشنا نیستند و مطلع نیستند یا حوصله مراجعه به مطالبی که قبلا گفته شده ندارند، مرتبا سوالهای تکراری در این زمینه می کنند که من بعضی از اونها رو مثل همین سوال برای بار دوم دارم توضیح میدم، ولی توصیه میکنم که به این ضبط برنامه ها که در رسانه های مختلف وجود داره مراجعه بکنید و شما با برای ما تشریح بکنید که من چه توضیح اضافی باید بدم. الان چون من نمیدانم که شما توضیحات اولیه رو خوانده اید نخوانده اید، خود من هم یک مقداری در این کار اسیر بی‌سامانی و سرگردانی هستم. از طرفی میخواهم پاسخ سوالات شما رو بدهم، از طرفی میبینم که این مطالب بیش از یکی دو بار در گذشته گفته شده. به هر حال من فکر میکنم اشکالاتی است که یک شبکه‌ای که در حال گسترش و رشد و مرتب تعداد بیننده‌هاش زیاد میشن، مرتب بیننده‌های جدید اطلاعاتشون نسبت به موضوعات از بیننده های قدیمی کمتره البته و برای اونها سوالاتی بیشتری مطرح میشه. یک نحوی باید فرصت بدید و خود شما از وقتتون استفاده بکنید. به ضبط شده برنامه ها اینجا و اونجا کم هم نیستن مراجعه بکنید و اگر پاسخ سوالتون رو دریافت نکردید بخواهید که بیشتر توضیح بدهید. اما در این حال به علت اینکه این برنامه مال شماست و قصد من این است که هیچ کس با تمام شدن این برنامه ها سوالی که او رو اذیت بکنه و باعث پریشانی فکر او بشه در او به وجود نیاد، یا اگر چنین بشود ما قادر باشیم و لایق باشیم که رفع تشتت و پریشانی فکری کنیم از بیننده های مؤمن و معتقدی که با این دقت و فراست به این برنامه توجه میکنند. رابطه وحی با حوادث همانطور که گفتیم رابطه ظرف و مظروف است و مظروف مستقل از ظرف دارای وجود است، دارای هستی است و ظرف نمیتواند که خالق یا علت وجودی مظروف باشد. اما همین ظرف که غالب و وسیله است، بدون آن که مظروف مشهود و شناخته یا رؤیت بشود، این ظرف موجود است. اما مظروفی که در درون این ظرف هست، اگر این ظرف نباشد اون مظروف وجود دارد ولی دیده نمی شود. به عنوان مثال، این مثال رو بار قبل هم فکر می کنم گفته باشم، آب رو نگاه بکنید شما، به صورت رطوبت در محیط وجود داره و یک ضریبی هم داره که مثلا 1% این هوا آبه، اما ما اون آب رو نمیبینیم، ولی آب در این هوا و در این فضا هست. نه به صورت بخاره که از جایی ما ببینیم بخار رو برمیخیزه، نیست دیگه. نگاه میکنیم دورورمون، همین همه جا یک نوع میبینیم. اگر که مثلا در یک جایی بود در جای دیگری نبود، ما میگفتیم خب اینجا را الان نگاه میکنم اینجا رنگش سبز، معلوم آب اینجاست. اینجا را نگاه میکنم آبیست، پس آب نیست اینجا. همه جا یک طور هست دور خودمونی که نگاه میکنیم، اما میگویند که در اینجایی که تو هستی و به دور نگاه میکنی مقداری آب وجود داره. ما میخواییم ببینیم که این آب کی به وجود آمده. میگن آب مثلا زمانی که کره زمین ایجاد میشد آب هم همون وقت به وجود آمده و یک مقدار محدودی آب در جو وجود داره و این آب مرتب استحاله میشه و مورد مصرف کسانی قرار میگیره که در اینجا زندگی میکنه. عجب. پس در این اتاق آب نیست، در این استودیو آب نیست. اما اگر که ما یک ظرفی قرار بدهیم این آب رو میبینیم،
مثلا در طبیعت وقتی شما نگاه میکنید صبح همه جا آب هست به صورت رطوبت، رطوبت همون آبه. اما اگر که برگ گلی نباشه، پشت این برگ گل شبنم ننشینه، شما نمیتوانید که آب رو مشاهده کنید. ممکن است به وجود آب معتقد باشید به علت علمی که دارید، ولی نمیتوانید که علم شهودی داشته باشید به آب، علم عینی داشته باشید به آب. آب رو نمیبینید مگر به واسطه این گل سرخ یا گل محمدی که در اونجا وجود داره. پشت این برگ گل صبح مقداری قطره های آب میبینید که نشان میدهد که تغییرات درجه حرارت باعث رسوب و باعث قطران در واقع این آب شده که از تبخیر به تقطیر رسیده و قطره های اون روی پشت این برگ این گل محمدی ظاهر شده. این گل در واقع ظرفی است که مظروف این ظرف اون آبه. این گل محمدی آب رو به وجود نیاورده، خالق آب نیست، گل گل است، اون آب هم آب است. اما در اینجا یک رابطه ظرف و مظروف به وجود آمده، یعنی هوا و شرایط جوری بوده است که این رطوبتی که به نام آب هست یا آبی که به نام رطوبت هست و جز با ابزار علمی قابل تشخیص نیست، ما این آب رو نمی دیدیم وقتی داخل اتاق بودیم در خانه. حالا از اتاق که اومدیم بیرون توی گلستان یا توی این بوستان که نگاه میکنیم، میبینیم که این گلها پشتشون، پشت برگهاشون قطره های آب دیده میشه. قطره های آب از کجا آمده؟ از زمین که به بالا نپریده، اینها توی آب هوا هستن و رسوب کردن، نشستن. این گل که به حالت ظرفی است که مظروف این گل آب است، ما آب رو در این ظرف میبینیم و بنابراین به وجود آب قائل میشویم. اما اشتباهی هم که میکنیم این است که میگوییم این آب امروز صبح به وجود آمده. میگن نه، این آب امروز صبح به وجود نیامده. اگر عمر کره زمین 14 میلیارد سال باشه، این آب 14 میلیارد سال پیش به وجود آمده، نه امروز صبح. امروز صبح تو رو مشاهده میکنیم. آب در محیط به صورت رطوبت دارای موجودیت و واقعیت است، ولیکن این موجودیت قابل رؤیت حسی نمی باشد یا قابل رؤیت نمی باشد. علت این امر این است که رؤیت حسی بیننده محدود و مقید به مشاهده هر مظروف انحصارا در ظرفه. یعنی که ما دیده قالب بین داریم، دیده گل بین داریم، و در این دیدهی که ما داریم، در این چشمی که ما داریم، در این حسی که ما داریم، ما نمیتوانیم چیزی رو ببینیم و چیزی رو مشاهده بکنیم مگر اینکه اون قالب رو ببینیم، که مغلوب رو در درون اون قالب ما میتوانیم ببینیم. به عنوان مثال عرض میکنم که انسان، حقیقت وجود انسان رو عرض میکنم، نه این گوشت و پوست رو. انسان دارای یک قالبی است و این قالب هم دارای یک قانونی است. به این قالب میگوییم تن. ما تن زنده داریم و تن مرده داریم. تن مرده تنی است که درش جان نباشه، خاصیت نباتی داشته باشه یا خاصیت جمادی داشته باشه، زنده جمادی یا زنده نباتی باشه، اما زندگی حیوانی نداره، بیجان هست، تن بیجان هست. حالا به این تن جان داده میشه یا جان پیدا میکنه و تن جاندار میشه. حقیقت وجود این تن به انسانیت اوست. در یک زمانی که این تن جاندار تبدیل به انسان معقول میشه، به دارای استعداد علم کل اسماء رو میدانه،
علم قرآن رو خدا به او یاد داده، تبیین کرده برای او، علم بیان میدانه، چه میدانه چه میدانه، یک انسانی با این مشخصات. این انسان کی به وجود میاد؟ این انسان با زمانی به وجود میاد که قالب او ساخته میشه. حقیقت وجود انسان رو عرض میکنم، اون حقیقت وجودی که از یک نفس واحد آفریده شده و قابل تقسیم هم نیست. نفس واحد همیشه نفس واحده. انسان یک انسان بیشتر نیست، مظاهر اون یک انسان، قالب‌های مختلف اون یک انسان است که انسان‌ها رو تشکیل می‌دهد. و الا حقیقت وجود انسان یکیست، چون حقیقت وجود انسان خداست و خدا یکیست و در همه ما روح خدا وجود دارد. در بعد انسانی عرض میکنم، ما یک بعد جمادی داریم، یک بعد نباتی داریم، یک بعد حیوانی داریم و یک بعد انسانی داریم. در بعد انسانی ما یکی هستیم، همه ما اعضا و پیکرهای اون انسان یکی، یک دانه و واحد هستیم. بنی آدم اعضای یک دیگرند. حالا در بعضی از قرائت ها گفته می شود که بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. اینجا یک مقداری به نظر من، البته با سواد مختصری که دارم، من قضاوت نمی کنم، نظر خودم را عرض می کنم که در اینجا پیکر و گوهر یکی هستند و این تغییر نام در واقع نوعی تخالف نتیجه ایجاد می کنه و یک نوع تباینی در طرح موضوع مطرح است که بگذاریم از اینجا را هر چی که هست. بنی آدم اعضای یکدیگرند، یعنی یک چیزی نیست که در یک جایی یک پیکری وجود داشته باشه که هر کدوم از این آدم ها دست اون پیکر باشن، پای اون پیکر باشن و اون پیکر مستقل از اینها باشه. یعنی یک پیکر یا آدم یک جایی وجود داشته باشه، این بیشتر به ایدئولوژی و به دینشناسی مسیحیت نزدیکه. در اونجا هست که یک پیکری وجود داره که از دنده این پیکر آدم ساخته میشه. یک پیکری وجود داره به نام مرد، از دنده چپ این مرد یک دنده شو جدا میکنن و اون دنده میشه اسمش زن. اونجور اگر بخوایم نگاه بکنیم، بنی آدم اعضای یک پیکرن. یک پیکری به نام مرد بوده، عضوی از اون پیکر تبدیل به زن شده. در اسلام و در فرهنگ قرآنی اینطور نمیگه اصلا و غلط در میاد این شعر و سعدی بیچاره هم فکر نمی کنم اینطور گفته باشه. بنی آدم اعضای یک دیگرند. همه این انسانیت و همه آدم هایی که آفریده شدند و آفریده می شوند و آفریده شده بودند در گذشته، همه اینها یک پیکر واحد هستند و همه این انسان ها عضو این پیکر هستند. انسان ها با خودشون تشکیل میشن، نه اینکه انسان ها از چیز دیگری تشکیل بشن. این نسبت به جسمیت آدم ها. همه ما عضو خاک هستیم به بیان دیگر. اون پیکر که پدر ماست و مادر ماست، همین خاکی است که روی او راه میریم، هم در رحم این خاک پرورش پیدا میکنیم، هم در این بزرگ می شویم، هم رشد می کنیم، هم تغذیه می شویم با همین خاک. با این خاک لباس می پوشیم، با این خاک غذا می خوریم، از این خاک بر می آییم و نهایتاً به همین خاک بر می گردیم و باعث ایجاد پیکر آدم های دیگه می شویم. بنابراین بنی آدم اعضای یک دیگر هستند. همه ما اعضای هم هستیم. مجموعه ما همین کره خاکی است، در بعد نباتی، در بعد جمادی و در بعد حیوانی. در بعد حیوانی
نبات ما و جماد ما جان میگیره، جان پیدا میکنه، حیوان میشه، زنده میشه، حیات پیدا میکنه. اما هنوز این حیات جسمانی است، مثل حیوان، مثل گاو، گوسفند، اونها هم حیات جسمانی دارند. اون وقت یک عامل دیگری به انسان اضافه میشه. تا اینجا ما قالب رو ساختیم، ظرف ساخته شده، قالب حیات مند انسان ساخته شده، یعنی تا مرحله حیوان ما جلو رفتیم، این قالب رو هم ساخته طبیعت یا هستی یا خاک یا هرچه. حالا یک مظروفی درون این ظرف جا میگیره، محبوس نمیشه، جا میگیره در اینجا. این نسیمی که میوزه، این موجی که میوزه، این بارانی که میآید، همه جا رو باران میگیرد. خورشید که میتابد همه جا رو روشن میکند. خورشید اسیر جایی نمیشود، شامل بر جا میشود، گسترده میشود، در بر میگیرد، نور در بر میگیرد تاریکی رو، نور در تاریکی اسیر نمیشود. خدا در انسان اسیر نمیشود. فرض کنید که یک سری ماهی هستند که در حال دست و پا زدن و مردن هستند. رودخانه این یک مرتبه رها میشه از مسیرش و آبی در برکه‌ای فراهم میکنه و همه این ماهی ها رو در بر میگیره. الان آب به ماهی وارد شده، ولی هنوز هم ماهی در دل آبه. درست است که حیات معنوی این ماهی به وجود آب بستگی داره، ولی آب محبوس درون ماهی نیست، بلکه ماهی رو در بر گرفته. ما وقتی قالب جسمانیمون آماده میشه، اون وقت روح خدا به این ترتیب بر ما ریحان میکنه، بر ما شامل میشه، مثل یک سیلاب، مثل یک اقیانوس، مثل یک رودخانه و چشمه ما رو در بر میگیره. به این دربرگیری و در این مجذوبیت و در این شمول قرآن واژه نفخه استفاده میکنه و میگوید که خدا میگوید که من در تو از روح خودم میدمم. یعنی صحبت قالب و مغلوب، صحبت ظرف و مظروفه، که ما به صورت یک ظرف که ساخته شده ایم، مظروفی به نام خدا در درون این ظرف داریم. این درونی و بیرونی مثالی است، جنبه مادی و فیزیکی نداری که خدا در درون باشه یا در بیرون باشه. خدا همه جا هست. ما در اون دریا وارد می شویم و اصطلاح قرآنی به جای اینکه بگوید من تو رو می آفرینم و به تو جان حیوانی می دهم و بعد تو رو در دریای خدایی غرقه می کنم مثل ماهی و همه جای تو با آب پوشانده میشه و پوشانده میشه، و در واقع تو ظرفی میشوی که این دریا مظروف توست. یعنی از چشم تو دریا زمانی دیده میشه که تو در آب باشی. با وجودی که دریا به این بزرگی است و تو رو در بر گرفته، ولی تو به عنوان یک ماهی زمانی به درجه ماهی بودن میرسی، آب زی بودن میرسی، که این آب مفهوم تو بشود، یعنی مظروف تو بشود. به این لحاظ است که موضوع ظرف و مظروف این نیست که خدا منتظر باشد که ظرف و قالب آدم ساخته بشود و هر وقتی که این قالب ساخته شد خدا در داخل این قالب جا بگیرد و خدا خدا بشود. خدا با وجود این قالب از نقطه نظر خالق بودن شناخته می شود. یعنی این قالب خدایی رو می شناسد که فقط قادر است و خالق است و ایجاد کننده خلقت است. این رو کی می فهمه؟ زمانی که این ظرف تشکیل می شه. اگه ظرف تشکیل نشه خدا رو چطور می شناسه؟ مثلا این گاو و گوسفند و خاک و اینها که خدا رو نمی شناسند که، تا اونجایی که قرآن می گوید. این ظرف انسانی که تشکیل میشه، این ظرف انسانی
خدا رو در مظروف خودش قرار میده، در ذهنیت این ظرف خدا رو جا میده و خدا در ذهن ما میآید. بنابراین ذهن ما میشود ظرف، خدا میشود مظروف. خدا زمانی شناخته میشود به صورت خالق، خدا قابل شناسایی نیست. خدا زمانی به عنوان خالق شناسایی میشود که در درون این ظرف ما جا بگیرد. خدا تا وارد ذهن ما نشود، این ذهن ماست، خدا در درون این ذهن است. تا ذهن ما ظرف مظروفی به نام خدا نشود، خدا را نمیشناسد و خدا برای ما نمیتواند وجود پیدا بکند مگر اینکه خدا در ظرف ذهن ما بنشیند و مظروف ما بشود و محاط بشود. خدا در ذهن محیطی ما، یعنی ذهن ما دارای محیط بشود و شخصیت محیطی پیدا بکند و خدا جزئی بشود از کلیت ذهن ما، یعنی رابطه کاملا معکوس با آنچه که تا به حال به ما آموختند. اون وقت وقتی که ما این خالق رو در ذهن خودمون پیدا کردیم، این خالق مظروف این ظرف ذهنی ما می شود. سخن به درازا کشید. وحی و ذهن انسان رابطه ظرف و مظروف دارند. ذهن بشر، در اینجا ذهن نبی رو مورد نظر قرار میده، ذهن او ظرف است، مثل یک فنجان که در او چای میریزید. اگر فنجان نباشه ما چای رو نمیتوانیم در فضا پیدا بکنیم. ظرف میخواد تا دیده بشه، تا حس بشه، تا قبول بشه، تا حاضر باشه. ذهن انسان، ذهن نبی، ذهن رسول در اینجا یک ظرف است. وحی به لحاظ این ظرف مفهوم می شود، نه اینی که زاییده بشود، نه اینکه خلقت بشود، نه اینکه حادث بشود. حادث نیست هیچ وقت، بوده همیشه. عمر وحی به اندازه عمر خداست. از هر وقتی که خدا بوده، وحی خدا هم بوده، قانون خدا هم بوده. هیچ زمانی نیست که اگر در قرآن میگوید که 6 روز طول کشید یا 2 روز طول کشید که هستی چنین شد و چنان شد، اینها همه قالب‌های مثالی است برای فهم قالبی انسان، که انسان بتواند که در فهم خودش اینها رو شناسایی بکند. و الا وقتی که هستی درست میشد، خورشید کجا بود که نور اندازه گیری بشه، که روز و شب اندازه گیری بشه، که کی شبه کی روزه؟ اینها رو یک قدری به خودمون بیاییم، ما یک مقداری به جای ایراد بی خودی گرفتن به قرآن، به خودمون و فهم خودمون ایراد بگیریم، یک کمی نظر اصلاحی پیدا بکنیم، یک کمی خوشبین باشیم، مثبت به قضایا نگاه بکنیم و فکر نکنیم که هر چیزی رو که قبول کردیم دلیل بر سفاهت ماست، هر چیزی رو که رد کردیم و اسیان کردیم و طغیان کردیم دلیل بر نبوغ ماست، که چقدر ما باهوش هستیم که همه چیز رو زیر پا میگذاریم، برای هیچ کس احترام قائل نیستیم، منطق رو هم به بازی میگیریم، حکمت رو هم زیر پا لگدمال میکنیم، چقدر ما شجاع هستیم. این شجاعت ها رو اگر کنار بگذاریم و وارد این ظرف بشویم و ظرف منطق رو بپذیریم، بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد. خدا در خلقت هم همین قواعد رو رعایت میکنه. یعنی میپرسن که کی خلقت به وجود آمد؟ گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. این جام جهان بین رو، این معرفت رو کی خدا به تو داد؟ وقتی که هستی رو ایجاد میکرد. هستی رو کی ایجاد میکرد؟ وقتی که هنوز کی و زمان و وقت نبود. هستی رو وقتی به وجود آورد که وقت رو به وجود آورد، وقت رو وقتی به وجود آورد که هستی رو به وجود آورد. اینها هیچ کدام در ذهن ما، چون ذهن ما اسیر زمین و زمان و مکانه و ما نمیتوانیم چیزی رو خارج از زمان و مکان نه بفهمیم نه اندازه بگیریم، اشاره کوتاهی میکنیم و رد میشویم. وحی
قدیم است، اثر وحی، علم به وحی، معرفت به وحی حادث است. وحی قدیم است، درک وحی حادث است، علم به وحی حادث است، معرفت به وحی امر حادث است. رسالت یک امر حادثی است، ولی علم رسالت علم قدیمه. وحیی که به رسول میرسد نیل به وحی حادث است. ظرف وحی یک ظرف حادثه، ولی مظروف این ظرف که وحی باشد قدیم است. در واقع باید گفت که وحی تابع شرایط نیست، بلکه وحی معرف حکم و ترتیب وقایع و شرایطی است که همین وحی معرف همان موضوع و همان مظروف است. وحی هم مظروف رو که خودش باشه معرفی میکنه، و هم همین مظروفی که خودش رو معرفی میکنه ظرف رو معرفی میکنه. یعنی رابطه ظرف و مظروف و ضابطه وحی و قالبی که وحی در اونجا ظاهر می شود و حاضر می شود و قابل فهم می شود و موجودیتش احساس می شود، درست مثل موجودیت رطوبتی است که روی برگ گل دیده می شود و مفهوم ما می شود و مشهود ما، مشاهده می کنیم ما آب رو در بستر گل، مشاهده می کنیم ما خدا رو در آینه هستی، این عالم هستی در جمع کل کائنات، یک آینه بیشتر نیست که فقط در این آینه می شود خدا رو دید. یعنی این آینه یک ظرفی است، باز برمی گردیم به ظرف و مظروف، یک ظرفی است که در دل این ظرف علم به خدا وجود داره، علم به خالق وجود داره. خالق وجود نداره، اثر خالق در آینه هستی دیده میشه، چون خود این هستی یکی از آثار اوست. به طوری که مثالی که قبلا هم زدم و مفهوم نبوده و باز هم باید توضیح بدهم، به عنوان مثال موضوع اسارت انسان در حسادت، اسارت نوع بشر در موضوع حسادت یک درس بزرگی است که همیشه بوده، هیچ وقت هم این درس تعطیل نمیشه و هیچ وقت از بین نمیره. یعنی انسان یک حسی به نام حسادت پیدا میکنه و خودش در دل این حسادت اسیر میشه، و چون اسیر این حسادت شده، این حسادت بر او فرمان روایی میکنه. درست مثل زمانی که آدم تا وقتی که یک مقداری پول میخواد فراهم بکنه بر این پول فرمان میده، به این پول میگه که کجا سرمایه گذاری بشه، کجا نشه، چه بکن، ما فرمانده هستیم، پول فرمان بر، تا اینکه کم کم این پول و سرمایه فربه میشه، بزرگ میشه، رشد میکنه، چاق میشه، قدرتمند میشه. یک وقتی شما از خواب بر میخیزید، خواب غفلت منظورم، و میبینید ای وای، تا دیروز شما بر این پول حاکمیت میکردید و حکومت میکردید، امروز این پول به شما حکومت میکنه، قدرتی پیدا کرده، میگه مملکت خودت رو بفروش، مادر خودت رو بفروش، زن خودت رو بفروش، به دین خودت خیانت کن، به ایمان خودت